این خائنینی که اون موقع آب بردن اومدن کشاورز از زمین گیرش کردن. آیا اومدین آب کشاورز ازش گرفتین؟ اومدین یه طرح دیگه به این کشاورز بدین؟ اگر آب داشتن هیچ وقت زمیناشون رو نمیدادن، حتی یک متر زمینشون رو نمیدادن برای ساخت و ساز و یا باغ سازی. آیا مرغوبی کشاورزی ها عالی بیان تبدیل به باغش کنن، اونو هیچ مشکل نداره. زمینای کشاورز دربدر رو به قیمت مفت میخرن و بعد به قیمت 10 برابر، 20 برابر، 40 برابر میفروشن، پولش هم اونا میخورن، باز کشاورز اینجا دوباره دربدره. این وسط دلالا سودشون کردن، فرار کردن، رفتن و ضرر کننده اینجا کشاورز شده است و باغداری که الان داره ازش استفاده میکنه. چرا اینا نمیان برن مجموعه سازا رو خراب کنن؟ چرا نمیرن باقای لاکچری آنچنانی خراب کنن؟ چرا همش باید بیان با یه دونه باقی کشاورز خراب کنن؟ وعده دادن که آقا اگر آبم نتونستیم تامین کنیم، حداقل آقا به صورت قانونی بهتون اجازه میدیم مقدار زمین ها رو برید، بعضیا به صورت حالا در حد نیاز بفروشن به صورت قانونی، که این کارم نکردن. قبلا جهاد کشاورزی تذکر میداد، الان که اصلا یه چند سالیه که دیگه اصلا تذکرم نمیدن، همه اینا ساختن. خود کشاورزا ببینن که دو تا باغ زبیلای سبز تخریب شد، خودشون میرن 100 تا باغ تخریب میکنن. چرا نمیرن از ثروتمندان شروع کنن؟ چرا از بالادست شروع نمیکنن؟ چرا مثل منطقه مثل بخش مرکزی، بران شمالی یا منطقه جی از ویلا سبز شروع نمیکنن؟ همون باغایی که هزار یه فساد توش میشه، همون باغایی که میلیاردی خرجش میشه، طرفش نمیرن. فقط یه چهار دیواری یه کشاورز بذاره، یه اتاق هم بذاره توش، همون جهاد کشاورزی بیاد خراب کنه.